ای ملت بیدار، جماعت هوشیار، مردم همیشه روی صحنه، رفسنجانی از چرخه نظام رفت که حالا که دست دیگری بر هم زده دنیای ما، حالا که بر هم می‌خورد آرامش فردای ما، خدا حافظ خدا حافظ. پشت و پناه من شدی در کور راه زندگی، فانوس راه من شدی. خب امشب ما آقا میخوام براتون قصه بگیم. چیه؟ ما همه قصه، این همه آدم ها میان میشنم برنامه دیگه براتون قصه میگن به عنوان تحلیلگر و کارشناس سیاسی. یه شب ما میخوام براتون قصه بگیم. داستان ما البته از بعد از انتخابات ریاست جمهوری شروع میشه، همین انتخاباتی که وقتی آقای رفسنجانی بعد از هفته ها سکوت معنادار و خودداری از امامت نماز جمعه ناگهان در دانشگاه تهران سبز شد و گفت لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن، نگذاریم که خامنه ای هم نگذاشت و نبرداشت و با این همه هزینه سنگین دندان پزشکی در جوابی دندان شکن گفت که اکبر جان نگو، یعنی بگو ولی نگو، ولی نگو ولی بگو، ولی نگو ولی بگو، یه چیزی رو که باید بگی، با این همه نگو یه چیزایی رو عمل به وظیفه و برخلاف وظیفه و این حرفا. چیزایی رو باید گفت، اگر نگفتیم عمل نکردیم به اون وظیفه. یک چیزایی رو باید بر زبان نیاورد، باید نگفت، اگر گفتیم بر خلاف وظیفه عمل کردیم. نخبگان امتحان، نخبگان امتحان، کنکور انگار. خب تا اینجای کار شواهد و مدارک حاکی از آن است که دو تا رفیق قدیمی و زوج موفقی که نظام بر پایه رابطه عاشقانه اونها بنیانگذاری شده بود زدن به تیپ و تارم دیگه. اما داستان این زوج همیشه اینجوری نبودا. حالا کار نداریم که آقای خامنه‌ای در حوادث پیش از انقلاب و اول انقلاب همچین نام آشنایی نبود و به پیشنهاد آیت الله منتظری شد امام جمعه موقت تهران. چرا؟ چون آیت الله منتظری فکر میکرد آیت الله خامنه‌ای که اون زمان حجت الاسلام خامنه‌ای بود سخنور خوبیه. دشمنان ما به ما ثابت کردند که با اسلام مخالفند، اون هم با این چنین اسلامی، اسلام آبکی. سالها گذشت و یه سری کشته شدند، یه سری ترور شدند. اینجوری داره کامران یکی یکی بهتون نشون میده. این بدبخت‌ها یه سری کشته شدند، یه سری ترور شدند، یه سری به فنا رفتند، تا اینکه آیت الله خمینی دار فانی را وداع در شب ارتحالش هم کنار پیکر بیجان امام امت همه مسئولین نظام تصمیم گرفتند که حجت الاسلام خامنه‌ای رو به رهبری انتخاب کنند و بعد، یعنی روز بعد، خبرگان رهبری، خبرگان رهبری، خبرگان رهبری، خبرگان رهبری، ما که بلقه نفردیم خبرگان، خبرگان رهبری، هر چیزی، جلسه فرمالیته برگزار کرد و همین آقای رفسنجانی حجت الاسلام خامنه ای رو کرد رهبر انقلاب. یعنی اول کرد آیت الله خامنه ای، بعد کرد رهبر انقلاب، هرچند که ایشان مرجع نبود و باقی قضایا. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ موافق هستن قیام بفرمایید. بشمارید. تا اینجا کار آقا جون همیشه به خوبی و خوشی پیش رفت، تا اینکه خاتمی شد رئیس جمهور و با اینکه حرفای ضد ولایت نمیزد اما یه چیزایی میگفت که همچین به مذاق ولایت خوشم نمیومد. ببینید اینجا جایگاهی است که باید ما دموکراسی رو قبول داشته باشیم. فقط
فقط دیکتاتورها هستند که غیر خودشون رو قبول ندارن. ای 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 آیا خاتمی از این حرفا چقدر ما شنیدیم این دیکتاتورها هستند که فلان حرف. حالا بگذاریم، بحث خاتمی چیز دیگه است. رفسنجانی اون زمان وایساد وسط خامنه ای و خاتمی بین زوج قدیمی و وزیر ارشاد سابق موازنه سیاسی برقرار کرد. همونجوری که می‌بینید یک کسی بعد این وسط میمون که این قضیه اینجا چیز بشه، یعنی این ترازوه فلان بشه. هرچند گاهی به نل زد و گاهی به میخ این آقای رفسنجانی، اما نشون داد که هنوز پشت پرده همه چیز مرتبه و اصل نظام بر هر چیز دیگر ارجحیت داره. حتی همون زمان وقتی اکبر گنجی بهش گفت آل جناب سرخپوش و اینا، بعد افتاد زندان و اینا، از رفسنجانی پرسیدن شما اکبر آقای گنجی رو انداختی زندان آقای رفسنجانی؟ ایشون هم لبخند زد و گفت زندان هایی که من دیدم، شکنجه هایی که تو زندان شدم، اون چنان منو متنفر کرده از زندان، در تمام این دوره مسئولیت 25 سالم هیچ کسی رو باعث نشدم تو زندان بره. البته آقای رفسنجانی پیش از این گفته بود که دروغگو نیست و اصلا هیچ وقت آقای رفسنجانی هیچ وقت دروغ نگفته و هیچ وقت دروغ نمیگه و الانم مردم صریحی هستیم. We are frank candid people. ما موشک میسازیم، به همه میگیم صنعت موشکی ما قویه. ایشون هیچ وقت دروغ نگفته و این هم دروغ نیست و روزنامه های اصلاح طلب با سرپرستی سعید حجاریان کاری با رفسنجانی کردن آقا، که ایشون حتی نتونست با خیال راحت بره مجلس و بین 30 نفر نماینده تهران 30 شد. بازم مردم کوچه خیابان در تاکسی ها و قهوه خانه ها گفتند که اکبر شاه آقاسی شده. لبه کار که گلبار میشه وقتی که میشینه دلدار، تو قایق ها دور از غم ها میخونن نغمه خوشی کار. بعدم قطع رجال شد و به حکم همان وظیفه‌ای که آیت الله خامنه‌ای اعلام کرده بود، آقای رفسنجانی به رقابت انتخاباتی با احمدی نژاد و دیگران پرداخت و گفت کاری به کار حجاب نداره. مد لباس اینا آزاده، شکل لباس، رنگ لباس بستگی داره به میل خود افراد، خانوادهشون، فضاشون. هر جور لباس پوشیدنیه؟ بالاخره لباس دی لباس باشه. بی لباسی نه. با این همه در رقابت انتخاباتی به شهردار بینام نشان باخت و از طرف همه به جز قوه قضاییه، البته همه دیگه به فساد مالی محکوم شد. بعدها البته آیت الله خامنه ای گفت قبل از اثبات نمیشه رسانه ای کرد اینها رو، اگر چیزی اثبات بشه فرقی بین آحاد جامعه نیست، اما اثبات نشده نمیشود اینها رو مطرح کرد، قاطعا ادعا کرد. اما احمدی نژاد در رسانه ملی نگذاشت و نبرداشت و در برنامه زنده خطاب به مردم ایران گفت پسرهای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ بیقانونی ایناست، استاد اویل بیقانونیست که طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمیست. از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد محبوب قلب آیت الله خامنه ای کم کم کدورت ها بین او و رفسنجانی بالا گرفت. حالا به جای رفسنجانی خامنه ای محبوب دیگری پیدا کرده بود و بدین سان رفسنجانی کم کم به سمت دیگر دالان رفت تا پاسخ ها را بیابد. پاسخ ها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟ کی من؟ کی این؟ حمایت نصف نیمه رفسنجانی از سبزا زیاد به مذاق آیت الله خامنه ای و دوستان حلقه نماز مغرب عشای بیت ایشان خوش نیامد و پروپاگاندای جنتی و احمد خاتمی حتی به اینجا رسید که ما انتظار داریم از مجلس خبرگان رهبری این مقدار که ما احساس میکنیم ریاست مجلس خبرگان رهبری برازنده جناب آقای هاشمی نیست و بدین سان رفسنجانی از قدرت کنار گذاشته شد تا برود پستش را بکارد. اونم احمد نژاد تازه میخواد بیاره ورامین. چی رو بیاره ورامین سامان؟ پسته رو. سامان کی گفتم چی حرفی رو؟ اینا خود احمد نژاد گفت. در همین جنوب ورامین و پاکتش میشه پسته دنیا رو تامین کرد. میشه واقعا. که بعضی هم اومدن شنیدم یه کارهایی کردن اینجا ها. ای کلک حقوق پس
بعضیا اومدن یه کارایی کردن تو شنیدی؟ بعضی اومدن یه کارایی کردن تو شنیدی؟ تو خودت بعضیا رو آوردی یه کارایی بکنن؟ خجالت نمیکشی؟ اصلا این برنامه مربوط به رفسنجانی بود. تو چرا سر کلت پیدا شد آقا جان؟ این برنامه مربوط به رفسنجانی بود. رفسنجانی بود. آخه نمیذاره ما در نمونده رفسنجانی برنامه درست میکنیم تو همه برنامه موضوع رفسنجانیه. بشین احمدی نژاد بیخه رفسنجانی بشین یکی از این بخور همه برنامه ها میخواد باشه یه با برو مرخصی یه هفته کامران دکتر اوکی همیشه اوکی ادامه میدم ببخش یه ذره چیز آره اوکی هی آدم میخواد عصبانی نشه ولش کن ولش کن اوکی فردا جمعه است و اینکه آقای مهدوی کنی بالاخره اومدن و جای رفسنجانی رو گرفتن و گفتن که اهل رقابت با رفسنجانی نیستن. بنده هیچگاه با دوستانی که هم سنگر بودیم که اهل رقابت نبودیم. از من همیشه هم میگفتم که من نمیخوام رقابت کنم با جناب آقای هاشمی. ولی خب این دفعه حالا نگه دار. ولی این دفعه حالا چی ها؟ ولی خب این دفعه حالا احساس وظیفه شد خود ایشونم اظهار محبت کردن و گفتن من دیگه نیستم. همونطور که دیروز من در جلسه عرض کردم ایشون دوست صمیمی قدیمی ماست و ما همونطور که از قبل با هم بودیم دلم بخواد که با هم باشیم. خیلی عاشقانه شد قضیه. خب آیه رفسنجانی، این که آیت الله خامنه ای همه قدرت جمهوری اسلامی رو گرفت دستش، شما الان راضی هستی؟ خوب بود، من راضی ام از اون چه گذشت. خب یه سوال دیگه، از آقای مهدوی کنی واقعا میشه استفاده کرد؟ یعنی ایشون اصولا کیه واقعا؟ خب ایشون از شخصیت های مبارز قدیمی، عالم، متقی و قابل استفاده برای همه. بله، قابل استفاده برای همه هستن ایشون. برای همه، یعنی همه همه یا فقط بعضی ها میتونن ازشون استفاده کنن؟ همه و اینها یه ذره معنی خوبی نمیده. اینم قابل استفاده، همه میتونن از این استفاده کنن و این در صورت اینجوری. خب هدف این نمایشی که راه انداختن و شما رو آوردن اونجا و اینا چی بود؟ از این جلسه میفهمن جنگی نبود دیگه، دوستی بوده. خیلی ممنون. من خودم دعوت کرده بودم، من ازشون تشکر کردم که پذیرفت. خب ما هم از شما آقای رفسنجانی خیلی خیلی تشکر می‌کنیم که موضوع برنامه این هفته ما بود. خیلی زحمت کشیدید. تشکر باید بکنی. ها؟ تشکر باید بکنی. نه تشکر. تشکر. برو. تشکر. Thank you.